رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه ای داخل جنت میشه. کدام کس کلمه خوب بسیار کس میگه کلمه لا اله الا الله میگه، کسی که تعهدات این کلمه را حفظ بکنه. امروز اگر از بسیار مسلمان ها پرسان کنی که کلمه میخوانی میگه بله کلمه میخوانم، اما اگر پرسانش کنی که در کلمه چی راز است که یک کافر 60 ساله را با یک کلمه خواندن مسلمان میسازه، چی راز است؟ و یا تو که کلمه خواندی با خالقت چی تعهد داری؟ کدام تعهدی داری؟ والله اگر از یک نفر پرسان کنی به تو همراه مخلوقات تعهد داری، میگه آوله یک وقتی که یک کسی یک پیمان امضا کردم، که یک کسی عهد کردم، که یک کسی تجارت خانه جور کردم، که یک کسی در دوکان شریک شدم، که یک کسی کلش میگه. اما اگر این پرسان کنی که به همراه الله چی تعهد داری، انسان‌های هدفمند میفهمن و انسان‌های بی هدف نمیفهمه تعهد خدا در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی ما کلمه میخوانیم کافر می از ما پرسان میکنه که این کلمه چی هست که ما بخوانم؟ یک دفعه 60 ساله گناه ما بخشیده میشه، 60 ساله زندگی ما فرق میکنه. برش میگیم تو بنده الله هستی لکن با امرای الله عهد نداری. وقتی کلمه میخوانی با امرای الله عهد میکنی. چی عهد میکنم؟ سه عهد. عهد اول مایی است که یا الله بغیر از ذات تو به هیچ مخلوق سر خود خم نمیکنم، هیچ عبادت به مخلوق نمیکنم. این تعهد ما هست. یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوق انجام نمیده. این تعهد است که ملکت الله کرد. تعهد دومش یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را نمیپذیرم. تعهد دوم یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را نمیپذیرم و در زمین تو قانون کسی دیگی را تطبیق نمیکنم. و تعهد سومی است که یا الله عبادت و اطاعت خود به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده. اینال انسان کافر ایسه تعهد نداره، اما انسان مسلمان ای تعهد داره. اگر این تعهد ما داشته باشیم و ایره حفظ داشته باشیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه ای داخل جنت میشه. اما بعضی کسا هست کلمه میخواند تعهد اول چی است؟ ناکام است. تعهد اول چی است؟ بعضی کسا را سعی کنی به غیر الله رکوع میکنه، به مخلوق سجده میکنه. سجده عبادت است. او را به کی کرد؟ برای مخلوق کرد. تعهد خود شکستان. نظر به نام مخلوق میکنه، نظر عبادت است. در پنج وقت نماز میگه ایاک نعبد و در هر رکات نماز باید تجدید تعهد کنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما بسیاری کساس کلمه میخوانند لکن تعهد خود شکستاندن. یکی سجده خود به غیر الله میکنه، یکی عبادت خود به غیر الله میکنه، یکی رکوع به غیر الله به مخلوق میکنه، یکی نظر به نام مخلوق میکنه. تنها در افغانستان 14 قسم، یک روز یک کسی در موبایل برام روان کرده بود، 14 قسم نظر مخلوق است. تنها در یک نظر 14 قسم شرک میکنن.
به امرای الله در عبادت الله مخلوق شریک میکنه. بعضی کسا در تعهد اول خود خوب است، تعهد دومی را مشکلانه. تعهد دومی چی است؟ گای قانون روس قبول میکنن، گای قانون امریکا را قبول میکنن، گای قانون فرانسه را قبول میکنن، گای قانون ملل متحد قبول میکنن، گای قانون یهود قبول میکنن، گای قانون نصارا. پس تعهد خود با الله شکستان. کتی الله تعهد کرد که بغیر از شریعت تو، قانون تو، قانون کسی دیگه ایره قبول نمیکنم. اما باز میخیستم میگن ای والا قانون فلانی جای، قانون امریکا از شریعت کده خوبتر است، قانون روس از این کده خوبتر است. با کلمه خودی شد کلمه خود شکستان. همین قسم که یک نفر وضوش مشکنه، این همین قسم ایمانش هم مشکنه، تعهدش هم نقص میشه و مشکنه. و سومشی است که یا الله زندگی خدا، نماز خدا، عبادت خدا، ذکر خدا، طاعت خدا به طریقی یکی میکنم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعضی کس هست حالا پیر ما کی هست؟ محمد رسول الله. مرشد ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. اسوه ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. رهنمای ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. قلبی که پاک بود که ما قلب خودم مثل قلب از او بسازیم، قلبی کسی که برش گفته شد علم نشرح لک صدرک، قلبی رو که ملائکه ششتن، قلبی که پر از توحید الله بود. ذکر خدا به طریقی که بکنیم به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ما در یک جایی بودم، استاد شما طریقت قبول دارین؟ گفتیم بله، ما اهل طریقت هستیم. طریقت چی مانه؟ طریقه و راه و روش. به طریقه کی هستین؟ گفتیم به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا به دیگه طریقه ها نیستیم؟ من گفتم از هیچ قلبی در دنیا نیافتم که از قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم که پاکتر باشه. هیچ چشمی نیافتم که از چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم که عفیف تر باشه. هیچ عبادتی را ندیدم که از عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم که برتر باشه. هیچ شخصیتی را نیافتم که شخصیتش از شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برتر باشه. و هیچ جایی در قرآن نیافتم که اسوه ما بغیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در ملت ابراهیم علیه السلام بود که اسوه همگی ابراهیم است و محمد است علیه السلام، و ما محمد صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه و رهبر و رهنما و پیر و مرشد و خود گرفتیم. چرا؟ به خاطر که با الله تعهد کردیم که اینمی سه تعهد است، و حفظ از این سه تعهد سبب از این میشه که در آخر زبان انسان به چی جاری شوه؟ بلا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.